در رابطه با ویت متو میخوام صحبت بکنم. ویت متو تکنیکیه که در یک فضای محدود انجام میشه با عکس العمل شونه مخالف. برای انجام این تکنیک ما به حالت رفتو که هستیم دستمونو بیش از حد نمیتونیم اصلا دیگه جدا بکنیم، باز بکنیم. این است ضربه که میزنیم از شونه مخالف رو قدرت گیری میکنیم و عکس العمل سازی درست میکنیم. مثلا ضربه که به این شکل زده میشه معمولا یک متر رو ما به حساب متر نمیتونیم بزنیم، چون همونطوری گفتم فضایی نیستش که دست کامل باز شه، برای همین به این شکل حرکت میکنه و با یک چرخش و دوران 90 درجه. وقتی که ما تکنیک رو انجام میدیم قدرتگیریش از شونه مخالفه، شونه مخالف میره به 45 درجه و عکس العمل سازی هم به این شکل انجام میشه. ضربه مستقیم میخوره، وقتی که ضربه میزنیم 4 انگشت با بدن فاصله داره به این شکل. یعنی ما فضامون خیلی کمه برای انجام تکنیک به این شکل انجام میشه یا با شونه مخالف قدرتگیری میکنه و عکس العمل سازی درست میکنه. حالا در سوتو ما همین تکنیک رو داریم که به صورت یک متو انجام میشه. توجه کنید به صورت یک متو انجام میشه ولیکن ویت متو. چرا؟ چون با شونه مخالف قدرت گیری میشه و عکس العمل سازی انجام میشه. ما در سوتو اصالت رتو هستیم. از این حالت وقتی که حرکت میکنیم به جلو به صورت یک متو آرجمون میاد جلو و بعد که بازش میکنیم که یه تمتو بزنیم شونه مخالفمون قدرت گیریشو و عکس العمل سازیشو انجام میده به این شکل. یعنی از این حالت تکنیک به این شکل انجام میشه و در آخر به این حالت میسته. یه بار دیگه انجام میدم و میدونیم پاهامونم میره به حالت کیمارتو. پس خود یه تمتو به این شکل انجام میشه با شونه مخالف، ولی در سوتو ما یه تمتوش میکنیم به صورت یه تمتو انجام میدونن که خود یه تمتو باشه. به این شکل عمل میکنه اما باز همون 4 انگوش اول فاصله داره و شونه مخالف عکس العمل سازی رو انجام میده. دو حالت کیمارتو.